الرحمن الرحيم. این یک سعید امروز رو به همه اخوان خصوص اونهایی که در اینجا حاضرند و توفیق دیدارشون دارم تبریک میگم. البته این نیست که باید به همه شیعیان، مسلمانان و بلکه بندگان خدا تبریک گفت، برای اینکه در این عید یکی از خداوند یکی از قواعد خودش رو به طور رسمی اعلام فرمود و اون قاعده لطف ابدی است که حالا بحث میکنیم. بندگان خدا، ملت، به اصطلاح بشرهای هر دورانی یه در هر گروهی، در هر محلی که جمع بودند همیشه در این فکر و نگرانی بودند که مثلا بعد از ابراهیم خلیل چه خواهد شد؟ اون عظمت مثلا ابراهیم خلیل چنان همه رو در بر گرفته بود که فکر میکردن با رفتن ابراهیم دنیا زیر و رو میشه، ولی ابراهیم رفت، دنیا زیر و رو نشد. به جایش اسحاق آمد، البته اسماعیل در زمان خود حضرت رحلت فرموده بود ولی جانشین اسماعیل بود که رحلت کرد و اسحاق همینجور. ولی اونهایی که خودشون متمسک بودن به این دستگیره محکم، خودشون میدونستن که وقتی خداوند آدم و حوا رو فرستاد بیرون و اینها نگران بودند که مورد غضب الهی قرار گرفتند، از بهش نگران نبودند، از دوری از مقام قرب نگران بودند. بعد از اون که خداوند توبه شون قبول کرد، چون با توبه میخواست همه آثار خطای اونها رو بپوشاند، فرمود که از ریسمانی از طرف من در میان شما خواهد بود و هر که به اون ریسمان توسل بجوید بر من خواهد رسید. در اون زمانی که این خطاب به آمن آدم شد و آدم در کره زمین بود، اونهایی که موجود بودن که همه متمسک بودن، خود آدم بود و حوا. پس این تنابی که فرمود خداوند، این حبلی که فرمود هر که با متوسل بشود به من برسد، این همیشه گیست. تنابیست از ازل تا به ابد کشیده شده. منتها بشرها در هر زمان
تصور میکردند که بعد از این نماینده خداوند که ایجاد شده اگر بره دنیا زیر و رو میشه، با وجود اینکه بارها دیدند که نمایندگی الهی به شخص بستگی نداره. این نگرانی در اینها بود، این نگرانی در مسلمین پیرو محمد ابن عبدالله بیشتر بود، برای که می دونستن این پیغمبر، پیغمبر آخر الزمانه، خاتم النبیینه. نگران بودن که بعد از این چه می شود. چندین بار خطراتی از بیخ گوش این ملت گذشت، این امت به قوله گذشت، و هر بار این نگرانی تشدید شد، ولی خداوند رفع نگرانی کرد. در جنگ احد مثلا همه نگران شدن، نزدیک بود حضرت شاه به شهادت برسه که بعد آیاتی آمد ما کان محمدون ابا احد من رجالکم. الله او مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا. محمد پدر هیچ کلمت شما نیست؟ آیا وقتی که مرد یا کشته شد شما برمیگردید به عقب تو، به عقب یعنی سیر قهقرایی میکنید، دو مرتبه بت پرست میشید؟ اگر این کارم بکنید به خدا صدمه ای نمیزنید. از این نگرانی ها بود. حتی خب همه میدونستن بالاخره پیغمبر کسی رو تعیین خواهد کرد. اونهایی که دلشون آگاه بود و روشن بود میدونستن محمد تعیین نمیکنه، خدای او تعیین میکنه. و دید محمد دیدیش که خدا داره به یکیه. حتی مثلا خیلی ها خیال میکردن که در چه در باز در جنگ خیبر بود حضرت فرمود که فردا بیرق رو میدم به دست کسی که چنین و چنان این مقداری تعریف هست. بعضی ها یکی یکی آمدن، دیرتر آمدن در مجلس به امید این که پیغمبر بگوید که این پرچم رو به او بدهد، و آمدن پیغمبر. بعد فرمود علی کو؟ اونجا فهمیدن که علیه جا نشینه. اونهایی که فهم داشتن
اتفاقات دیگه عین قدیر خم پیش آمد. قدیر عبارت هست از لغت قدیر عربیه، عبارت هست از گودال های بسیار وسیعی که در فصل بارندگی باران و سیل در اونجا جمع میشه. مردم بادیه از این آب استفاده میکردند، در واقع دری بود از بهش براشون. یکی از این قدیرها اسمش خم بود، قدیر خم، بزرگتر قدیر بود که در اونجا بود. حضرت از سفر حجۃ الوداع برمیگشتند، خب قافله زیادی بود، جمعیت زیادی در رکاب حضرت بودن. حضرت اونجا ایستادن، گفتن اونایی که جلوترن، چون صف طولانی بود دیگه، اونها برگردند و بعد منتظر شدن اینهایی که عقبترن بیان. همه که جمع شدند و حضرت شروع به بیاناتی کردن. در اینجا این بیانات اون حضرت و دستوری که در اون روز دادن به نام خطبه قدیر خم در بین همه مسلمین شهرت پیدا کرد. تقریبا همه مسلمین این روایت رو دوست دارند و بهش اعتقاد دادند که همچون قضیه اتفاق افتاد. حتی خیلی کمتری شاید، خیلی کم میگن نه اصلا همچه قضیه ای نبوده. در اونجا پیغمبر فرمود من کنت مولا فهادا علیون مولا، هر که گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. الهی وال من والا و آد من آلا، خدایا دوست بدار هر که او را دوست داره و دشمن بدار هر که او را دشمن بده. شالا خدا ما را از دوستانش حساب کنه. خب بعد در اونهایی هم که قبول دارن منصفترشون میگوین که مولا یعنی دوست. شاید در این شعر هم خواسته است نظر هر دو طرف رو بگه، گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. مولا بله، مولا به معنای دوست هست، به معنای غلام شخص هست، به معنای ارباب غلام هم هست، معانی فراوانی داره. اینها میگن خیلی خوب، علی مولای ماست، دوست ماست، ما علی رو دوست داریم. ولی این صحبت جانشینی نیست. البته شیعه با قرائن دیگری که در تاریخ هست میگوید اینجا مولا به معنای اربابه، به معنای اربابه در مقابل بنده. و میگوید خب یه امر به این مهمی
که قافله رو نگه داشت حضرت در اونجا. اونایی که جلوتر رفته بودن اسب تندرو بود برگشت، اینای قبلی رسید. اون وقت میخواست بگه هر که من رو دوست داره اینم دوست داشته باشه. این اونقدر مسئله مهمی نبود. حضرت بارها فرموده بودن نظیر این. و حتی خداوند هم اشاراتی کرده بود در اون آیه مباهله، وقتی که قرار شد مباهله کنن، یعنی محاجه کنن به اصطلاح، اینها در اونجا خداوند آیه قرآن فرماید که قل تعالوا نجعل ابناءکم ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. گفتن پیغمبر به اونها گفت که بیاد مباهله کنیم، ما بچه هامون رو بیاریم شما بچه هاتون، ما زنهایمون بیان شما زنهایتون، ما نه انفسنا و انفسکم، نفس خودمون و نفس شما. خب در اونجا حضرت حسنین رو بردن، دوتو زهر کودک، ابنا انا و ابنا. از زنها فاطمه علیه السلام بود که دیگه کسی دیگه ادعایی نداره در این قسمت، و انفسنا و خود پیغمبر بود و علی. خداوند در اینجا عبارتی میگه که علی نفس پیغمبره، انفسنا و انفسنا و انفسکم. بنابراین این اگر این تعصبات سیاسی، سیاستی که امروز همه جا را آلوده کرده نبود، دقیقی دقت میکردن در این چیز، در این معنای این حدیث، خودشو متوجه میشده. کما این که البته اون در این حدیث دقتش نبود، مسئله دیگری بود. این تیجانی از اساتید دانشگاه در تونس و مراکش، از دانشمندان و علمای در مذهب مالکی، ایشون شیعه شد، چه بساش تشیع او هم مرهون این است که از دید عرفانی و از تصوف داشته، خودش از فرقه تیجانیه است. تیجان برجهت در اینجا این مسئله افتاد به سیاست. بعد از اون هم علی علیه السلام در بعد از وفات و رحلتش حضرت رسول صلی الله علیه و آله، علی علیه السلام میگفت من خلیفه هستم و میفرمود من خلیفه ای هستم که خداوند معین کرده، من خلیفت الله هستم. چون خلیفت الله هستم قهرن خلیفت الرسولم هستم. اونهای دیگه میگفتن که خلافت داشتن، میگفتن که ما خلیفت رسول الله، که بعد امیرالمؤمنین متداول شد. ولی علی علیه السلام 25 سال جنگ نکرد با
مخالفش، تبلیغ به اصطلاح تبلیغم به معنای امروزی تبلیغ و تبلیغات و اینان هم که نکرد. حتی بارها حضرت فاطمه علیه السلام خدمتش عرض کرد که ها چرا نشستی؟ چرا اینجوری میکنی؟ تو که شمشیرت کند نشده؟ چرا اینها این کارو میکنن؟ و تو که خلیفه‌ای نشستی؟ علی علیه السلام به خاطر احترام فاطمه، احترام فاطمه رو حضرت خیلی داشت، هم به خاطر فاطمه هم به خاطر پیغمبر. اون دفعه که خواست شمشیر کشید گفت الان میرم جد میکنم، صدای مؤذن بلند شد اشهد ان محمد رسول الله. علی فرمود میخوای که این صدا تا روز قیامت بماند؟ فاطمه گفت بله مسلمه. فرمود پس علی باید شمشیرش رو غلاف کنه. فاطمه گفت خیلی خوب. یا مرتبه دیگری حضرت فاطمه رو در مرکوبی نشون، جلو مرکوب رو هم گرفت، رفت در خانه صحابه، یکی یکی صحابه در زد. بعدی هم که در قضیه قدیر خم شاهد بودن، حضرت فرمود شما که میدونید پس چرا بیعت نمی کنید با من؟ همه عذر آوردن که آخه ما بیعت کردیم دیگه، بیعت یعنی عهد و قرار داده و این بیعت رو بیعتی نمیتونه بشکن. علی چیزی نفرمود، شاید همین دو اقدام هم به خاطر آرامش روح حضرت فاطمه بود. برجت بعد از پیغمبر علی هیچ مخالفتی که با خود خلفا باشه با خلفا باشه نکرد. علی میگفت من خلیفه هستم. اون خلافتی هم که علی داره قابل قسم نیست. کی میگه علی خلافت رو قسم کرده؟ نه، خلافت علی خلافتی است که غیر قابل است، غیر قابل استعفا. اما اون خلافتی که گرفتند، اون خلافت به منزله لنگ کفشی بود که یه بار حضرت به ابن عباس گفتند که این کفش من چقدر میارزه؟ یه کفش کهنه ای که 100 تا وزله داشت. ابن عباس عرض کرد که چه نمیارده، مثلا چه بسه آگه کنار خیابون بندازین سپور جمع نکنه برای خودش، بندازه تو آشغالی. حضرت فرمود خلافت شما در نزد من از این کفش من بی‌ارزش‌تره. ولی حضرت خلافتی که حضرت داشت تاج سر بود. این تاج سر رو هم خدا میگذاره بر سر چیز، نه این که با سیاست ها یا با چیزهایی باشه. به این جهت ما چون ظهور ولایت با نسب علی شد، یعنی با نسب علی، اونهایی که اهل فهم بودند
نور ولایت رو تشخیص داده. یک جلوه جدیدی خداوند کرد. از این جهت ما بهش علاقمندیم. و عیدی است که ما عید میگیریم خودمون. دو عید داریم، خدا برای ما عید گذاشته. عید فطر و عید قربان رو خدا عید قرار داده. می فرماید هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، تو برای مسلمین اینو عید قرار دادی. در اونجا عید بندگی است، ابراز بندگی خاص. همه جا همینه، ولی در اونجا چون خدا گفته عید بگیرید، عیده. اما در اینجا ما دل خودمون عید گرفتیم. به خدا عرض میکنیم خدایا ما عید گرفتیم. ما را لایق این عید قرار بده انشاءالله. به این جهته که خب بعد یا این سوال میکنن یا این انتقاد دارن که از بین همه انتصابات ائمه، چون از نظر ما شیعیان و بالخصوص ما عرفا اولیاء الله ائمه شیعه اینا، همه این ائمه همشون مثل همه کلهم نور واحد. میگن خب حالا که میگید کلهم نور واحد، چرا تولد، چرا تعیین علی رو جشن میگیریم ولی به سایر ائمه تعیینشون جشن نمیگیریم؟ کاری ندارید. از نظر ما علمت همه یکیه، درسته، ولی این عید از اون جهت برتری و شاخصیتی داره که مردم و بخصوص شیعیان و روزگار رو از این تردید در آورد که آیا بعد از پیغمبر کی خواهد بود. برای اینکه اون عده‌ای که این مطلب رو فهمیدن، من کنت مولا و هذا علی مولا، که خب فهمیدن کیه جانشین پیغمبر، اونهایی هم که این معنی را ازش استنباط نکردن، شاید خودشون در نظر داشتن مقدماتی میچیدن برای اینکه خودشون باشه، کما که بعداً دیدیم. به هر جهت تردید از بین همه مسلمین برخاست که نه، با رفتن پیغمبر هم خداوند لطفش رو بر نمی‌داره. به این جهت در واقع عید گرفته، یعنی عید رفع تردید، عید ایمان. ما میگیم پیغمبران رو خداوند فرستاد. علم متکلمین میگویند که قاعده لطف الهی، یعنی خداوند به بندگانش لطف و محبت داره، اقتضا میکنه که برای اینا پیغمبرانی بفرسته. خب این قاعده لطف الهی که عوض نباید بشه، قواعد الهی عوض نمیشه، عوض نباید بشه، همیشه هست. بنابراین پیغمبران هم اگر رفتند، جانشینشون از لحاظ مقام
تسلط و ولایت در جهان به جای خودش به جای اونها نشسته و این هم اونها هست. این است که این جشن امروز در واقع جشن همیشگی است. اگر جشن این ولایت بگیریم، ولایت یک لحظه قطع نشده از جهان. مثل نوریست که هست. انشاءالا خداوند این نور رو در دل ما زنده نگه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب واولاده المعصومين عليهم السلام. ساقيا جام مي از آن خم وحدت بیار، از شرابی که رها سازد دل از کسرت بیار، باده ای از منبع نورانی حکمت بیار، تا در این عید سعید گویند فقیران این شعار، ما فقیران را نباشد جز علی مولا و یار، لا فتا الا علی تا سید الا رولا. باده ای آور که درویشان شوند زان باده مست، دست شویند جمله غیر از عشق یار از هرچه هست، این چنین بستند پیمان با حق در روز الست، که نباشد در دل ما غیر حسن آن نگار، ما فقیران را نباشد جز علی مولا و یا خافتا لا خطا الا علی لا سر الا ذلالا. عید مسعود قدیر بادا مبارک شیعان، تهنیت بادا شما را ای گروه مؤمنان، عاشقان مرتضی، ای عارفان، ای صوفیان، در چنین روزی تجلی کرده است پروردگار، ما فقیران را نباشد قدیر خم محمد خاتم پیغمبران، گفت ای امت علی باشد امیر مؤمنان، با علی هستیم ما در دو بدن یک روح و جان، هم وصی من بود او هم ولی کردگار، ما فقیران را نباشد جز علی مولا و یار، لا فتا الا علی لا سید الا ذوالفقار. هر که من مولای او باشم علی مولای اوست، سرپرست هر که من باشم علی سالار اوست. بار الله شیعیان مرتضی را دار دوست، ای خدا یاری نما هر کس علی را گشت
یار ما فقیران را نباشد جز حریم مولا و یار لا خطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار شد ولایت موجب اکمال دین مصطفی حق نمود اتمام نعمت با ولای مرتضی بی ولایت هر عبادت نیست مقبول خدا مکتب اسلام و قرآن بر ولایت استوار ما فقیران را نباشد جز علی پیغمبر علی با حق بود حق با علی است مظهر ذات و صفات ایزد یکتا علی است ظاهر و باطن علی و صورت و معنا علی است از جمال او بود دنیا و عقبا پایدار ما فقیران را نباشد شوق جمال تو ربوده عقل و دین بنده را جز عشق مولا نیست هیچ آیین و دین مصطفی فرمود حب او بود ایمان و دین یا علی با عشق او تو آییم در روز شمار ما فقیران را نباشد جز علی مولا و یار لا خطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار قبله قلب فقیران روی زیبای علی توتیای چشم درویش تربت پای علی وقت مردن چشمشان روشن به سیمای علی چون که با عشق علی اون طی نموده روزگار ما فقیران را نباشد جز علی مولا و یار به درویشی درگاهش نماییم افتخار چون به درویشی نموده است چون به درویشی نموده است محمد افتخار جمله الفقر و فخری ماند از اون شه یادگار دشمن فقر و فقیران همچو ابلیس خار و زار فقیران را هست لوای آن ولی اندر کف پیر زمان هست لوای آن ولی اندر کف پیر زمان در ولایت رهنمای طالبان و سالکان حضرت مجذوب علی شاه قطب وقت صوفیان در رخش نور علی تا بنده بینی آشکار و فقیران را یه چند جمله دعا میکنم آمین بفرمایید روز استجابت دعا این وجود پاک را
یا رب این وجود پاک یا رب از بلایا دور دار. مجلس فقر و فقیران ای خدا پر نور دار. دشمنان فقر یا رب چشمشان را کور دار. دوستان را ای خدا بن ما همیشه کامیاب. ما فقیران را نباشد جز علی مولا خدا. لا غنا الا علی ناصر الا ذوالفقار. یا علی بن ما به درویش سر کویت گذر. از تمام غفلت و جرم و گناه ما گذر. قلب ما روشن نما از لطف خود با یک نظر. مس قلب ما نما با یک نظر آیینه وار. ما فقیران را روب آستان فقر کاشانی بود. خدمت فقر و فقیران فخر کاشانی بود. این عنایت از جناب پیر ربانی بود. ناتوان باشم ز شکر نعمت پروردگار. ما فقیران را